به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام خدمت همه شما بیننده‌های عزیز و ارجمند. امیدوارم که حال شما خوب باشه. خوش آمدین به یک دیگر از گزارش‌های ویژه سلیم مقیمی. امیدوارم که در هر جای جهان هستین، حال دل شما خوب باشه و روز و روزگار به خوبی و خوشی سپری بکنین. قلعه اختیارالدین یکی از شاهکارهای معماری جهان هست که در واقع خیلی ها در مورد آن کتاب نوشته کردن، مستند ساختن، تحقیق کردن و یکی از نگین‌های درخشان تاریخ معاصر افغانستان و معاصر که نه بلکه تاریخ افغانستان هسته و سالانه صدها تن از کشورهای مختلف میآیند برای دیدن این قلعه زیبا. شاهکار معماری از این هنوز حیرت انگیزه. شاید در این قرن 21 شاید نتونن معمارا و مهندسا همچین قلعه زیبایی را بسازن، قلعه مستحکمی که قدمت بسیار طولانی داره. و میریم به داخل قلعه هم صحبت میشیم، بخشای مختلف قلعه رو میبینیم، هرچند بارها گزارش ساخته شده ولی با یک نگاه متفاوت تر در دوره امارت اسلامی. خب قلعه اختیارالدین از نخستین جاهایی بود که در روز فتح هرات توسط امارت اسلامی فتح شد و ای که خوشبختانه که هیچ آسیبی هم به این قلعه وارد نشد. نگرانی وجود داشت که مبادا آثار تاریخی افغانستان و هرات به مشکل بخوره یا تخریب بشه، که خوشبختانه هیچ آسیبی به اونا نرسیده. با ما همراه باشیم، با نیروهای امارت اسلامی هم در این گزارش هم صحبت میشیم، هم کلام میشیم و داخل قلعه هم میریم، بخشای از قلعه رو تماشا میکنیم. سلام، وقت شما بخیر، مانده نباشه معرفی بکنه. باشه به مایک بگیر. سلام، نامم عبدالجلیل است، از ولایت هرات، ولسوالی زندجان، قریه نائب رفیع. ما کست تقریبا تحصیلات ما به 1399 شده است، علوم دینی. ما تقریبا حدود 6 سال میشه در امارت ما خدمت میکنیم. حتی بسیار از جنگاه های ما خود ما تشریف آوردیم و دو جنگ ما بودیم. مثلا به جنگ های زندجان بودیم، گلران بودیم، وای ترغندی بودیم، به حمله هرات ما بودیم. روزی که ما به هرات آمدیم بسیار از مردم از ما استقبال هم بکرده، به دیدن ما زیاد آمده است. ما از زمین از خود هرات هستیم، ما را امارت ما را تعیین به این هرات کرده است که شما در این هرات باشین، چرا که طالبان مجاهدین هرات نسبت به مجاهدین ولایت های دیگر که مردم با فرهنگ با سواد است در اینجا تعیین کرده است. باز ما هستیم، ما را داخل ارگ هرات آورده است، به خاطر که لسان ما فارس است و پشتو هم است و فارس هم ما هستیم، به خاطر که می بسیار از مردم خارج و داخلی که می آید مردم فارس است، مردم با فرهنگ است، مردم ها چیز ما گفته شما اینجا باشیم. ما فعلا داخل قلعه اختیارالدین هستیم فعلا. بسیار چی مسئولیت داریم به اینجا؟ گفت مسئولیت شما چیه؟ مسئولیت ما اینجا است که ما مهمانایی که از خارج از کشور می آید ما از اینا استقبال کنیم، از اینا ما بسیار به اینا احترام خوب روی خوب از اینا شان بده و دیگه ما حمایت از این قلعه کنیم، کس این قلعه خراب نکن، چرا که قلعه بسیار قلعه تاریخی است در سطح جهان، کسی قلعه قلعه تاریخی است، ما از حمایت کنیم، ما مسئول اینجا هستیم. درسته. از وقتی که اومدیم میشه بگین که استقبال مردم چی رقم بوده؟ چند وقت میشه که در قلعه وا شده برای مردم؟ فکر کنم یکی دو روز هم رایگان وا شده بوده. بله، دو روز رایگان، از حدود تقریبا دو هفته میشه که در قلعه وا شده برای مردم. دو روز پیش دو روز رایگان بوده و بسیار از مردم اینجا استقبال آورده، بسیار بسیار، چند تا تا دیروز از خارج از کشور، دو تا از آلمان آمد و دیگه خارج از کشور زیاد نیا اینجا و دیدن. دیدن. بله بسیار عالی. یک مسئله خیلی مهمه همی که ما ارزش های فرهنگی خور آثار باستانی که در کشور خود داریم از اینا حفاظت و مراقبت بکنیم. فکر میکنیم وظیفه مردم چقدر مهمه که تمام همی بناهای تاریخی، مساجد اینا رو حفظ کنم، چون اینا ارزشیه که میبینیم پای گردشگران خارجی رو میکشه به اینجی و از او سر دنیا میایم برای دیدن. بله بله، بسیار اینجا جا مهم است که از این آثار تاریخی باید اینا حفاظت کند، چرا که اینا آثار تاریخی کشور ما هست.
بسیار مردم از خارج کشور میان اینو دیدن میاد که اگر نه اگر ما یک جای از اینا خراب شه، جای از اینا خراب در سطح جهان، بعد میشه که مثلا فلان جا از آثار تاریخی در افغانستان خراب شده است. بسیار برای ما، برای مردم، برای اهل این ولایت بسیار مهم است که از آثار تاریخی اینا حمایت کنه، حفظ از آثار تاریخی بکنه تا که اینا تخریب نشه. بسیار خوب. به جز قلعه اختیارالدین، آیا سایر بناهای تاریخی که در ایراد ما شما داریم از اونا مراقبت میشه توسط امارت اسلامی؟ آیا همکارا شما و نیروهای امنیتی به اونجا هم هستن یا نه؟ بله بله هست، فعلا هم هست. از کل جای که آثار تاریخی هست، روزی که اولین بار طالبان داخل ایراد شد، اینا رو کرد که با جای که آثار تاریخی است. مثلا ما رو کرد امی هر گیراد رو کرد که من با دبزی یک خرابی بشه، چرا که در هر تاولات که میشود خرابی میشود. الحمدلله الحمدلله به امی که امارت گرفت که دست از دولت قبلی هیچ شی از آثار تاریخی خراب نشد، جا به جا نشد. است بسیار از طالبا از امارت ما امنیت از جهار دار، کل جا که آثار تاریخی باش امارت ما هست، مجاهدین ما هست، از اون حفاظت میکنه. بسیار عالی. در این چند روز اوضاع شهر چگونه شده؟ ابتدا که شما آمده بودیم این چیز واقعیت، یا خود شما میفهمیم که مردم ترس و هراس زیاد داشتن، ولی خوشبختانه دو متر میشه دیگه از آمدن امارت، مردم خیلی راحت گشت و گذار میکنن. چشم دید مردم چگونه میبینیم؟ الحمدلله فعلا بسیار مردم از ما راضی است، از امارت راضی است. مردم به خاطر چی؟ به خاطر امنیت. امنیت مردم بسیار خوب شده است. روزهای اول که ما آمدیم بسیار مردم ترس هم داشت، چرا که به مردم گنده فهمیده شد که امارت طالبا یک رویه خوب ندارد. الحمدلله روز که امارت ما به مردم یک رویه خوب نشان داد و امنیت مردم را برقرار کرد، الحمدلله دزدی کم شد، دزدی نیه و دیگه خلاف قانون نیه، بسیار مردم از ما راضی است و بسیار امنیت خوبی هم بشد در ایرات ما، در این جایی که ما هستیم فعلا. بسیار خوب، خیلی خوب. چند تا سوال شخصی هم اجازه است بپرسم؟ مشکل نداره. طب شما ازدواج کردین؟ بله بله. چند اولاد دارین؟ یک پسر دارم. یک پسر. چند ساله؟ حدود تقریبا دو ماهی میشه. دو ماه. پس نوزاد مبارک باشه. نو پدر شده. زنده باشه، سلامتی شما. به خونه هم دیگه حتما میریم هفته یک دوباره. بله به ما یک دفعه دو میریم. بسیار خوب. بچه شما گوشا گریه نمیکنه؟ چون من نو بچه دار شده بودم، عمر تا صبح بیدار میگشتم. خامخا گریه میکنه شه. خیلی خوب. برای آینده فرزند خود گاهی وقتا که نماز میخونیم چی دعا میکنیم؟ دوست داریم بچه شما بخیر چیکارا بشه؟ ما دوست داریم که اول این برای دعای ما این است که یا الله تو فرزند اولاد ما تو هدایت کن، یا الله یک فرزند اهل صالح باشه. و دوم این که دوام میکنه خدا یک عالم ربانی بگردان که در این سطح ما، در این چوکات اسلامی به مردم خدمت بکنه، بتونه که علم پیشرفت بکنه، بتونه که مقابل با کشورهای خارج اونا مقابله کنه. چرا که میبینین کشور ما در مقابل کشورهای دیگه عقب مانده است. ما این دعا میگیم خدای را که اینا تو با سواد با فرهنگ بگردان که در مقابل کشورهای دیگه بتونه که کشور خود را پیشرفت بگردانه. بسیار عالی، بسیار عالی. از غذای ایراد کدو غذا خیلی خوش داری؟ و غذای ایراد ما که چیزی که میخوایم بسیار غذا این است که ما غذای عادی باشیم. ما عادی باشه؟ بله بله بله. مثلا ما چند تا غذای مشهور داریم به ایراد، مثل کچری گوشت لم، قلور تروش، قلور شیر، کدوم ما که بیشتر خوش داریم؟ کچلو بیتر است. کچلو؟ بله بله. آفرین شما. چریت شما مردمان شکسته ایم؟ تو چند روز پیش یک عکسی از سفره ارگ هم بیرو شده که غذای بسیار ساده ای بوده. ما در دوره قبلی دیدیم که مثلا افدن و گوشت میخوردم و داخل ارگ. خود امی که حاکمان یک جغرافیا ساده زندگی کنن به چی معنایه؟ به این معنای است به خاطر شکستگی نفس. انسان شکستگی نفس خود را نشان بده. اگر ما با غذای خوب بخوریم، خرچ خوراک خوب بخوریم و دیگه این مردم باعث از این می شود که اینها که اینا امارت به می حالت است، مجاهدین به می حالت است، دیگه مردم گنده سو استفاده می کند. به خاطر این که ما همین غذای که عادی می خوریم که ما با در ما غرور و تکبر پیش نیاید، شکستگی نفس خود رو ما میکنیم. بسیار عالی. و در مورد از این بگین که فعلا غذا چیه؟ صبحانه چی نوشجان میکنیم؟ چاش چی نوشجان میکنیم؟ صبحانه این است شکر به امرای یک نصف نان داریم ما. فعلا صبحانه که است شکر است به امرای نصف نان.
و چاشتاک است، غذای دیگاه موقع لوبی است، گاه موقع کچالو است، گاه موقع نخوت است، چیزی که مؤثر شما. بسیار خوب نوشه جان، و پیام آخر شما برای بیننده ها ما چیه؟ کسایی که شما میبینن چی گفتنی داریم برای مردم ایران، مردم افغانستان و مخصوصا در مورد قلعه اختیاردین؟ آیا پیام دارین که مردم برای بازدید بیایم یا نه؟ و یک سوال یاد مرف که آیا ورودی هم میگیریم پول یا نه؟ بله فعلا ورودی پول کم کم میتو از مردم ما میگیریم، بخاطر که از جای فرهنگ است و جای چیز است، بخاطر این پولی که ما میگیریم مصارف اینجا برق داره و وسیله داره تا که امارت الحمدلله تا کاربارای زور جور شود، باز با تخفیف میکنه برای مردم، تخفیف میشه و سوق میشه، کم کم میگیریم. ما چند میگیریم فعلا؟ فعلا 50 افغانی است. 50 افغانی. بسیار خوب. و پیام شما برای مردم، پیام خاصی اگه داشته باشید؟ بله پیام ما برای مردم این است که از مردم میخواهیم که اینا بسیار زمانی که داخل قلعه داخل میشه بسیار با فرهنگ با یک ادبیات خاص داخل این قلعه بشود، که چرا که جای فرهنگ است، جای تاریخی است، اینجا باید اگر بنظمی کنیم این خارج از کشور میام مردم این قلعه رو میبینن دیگه قلعه شکل دل مردم شکسته میشه دیگه از این بازدید هم نمیکنه. و دیگه پیام ما برای مردم این است که ما از مردم ما میخواهیم که مردم ما بسیار اگر به امارت تکیه خوب بکند، این برداشت گنده نکند، این به فکر از این نکنه که امارت آماد گرسنگی آماد تشنگی آماد، نه ما فعلا کس ما کار میکنم بالا می کار میکنم تا وضعیت امنیت خوب شد، و دیگه تا ما کار میکنیم تا می به امور مردم رسیدگی کرده شد و بعد از برو اقتصاد بس می شود. الحمدلله امارت ما و دیگه بخش دلگه مشن ما کلانای ما روی اقتصاد هم کار میکنه، تا چند روز شاید حتی تجارا رو دیدن کرد که روی اقتصاد کار بکنند، و دیگه ما کوشش میکنم برای مردم امنیت ما برقرار کنیم، کوشش میکنم برای مردم یک زندگی خوب، یک طریقه خوب برای ازنا نشان ما بدهیم. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما، تشکر. زنده باش، خیر موفق باشید. سلامت باشین. صحبتار شنیدیم، بازم با ما همراه باشیم، میریم داخل قلعه و بخش های مختلف قلعه اختیاردین. دوستای عزیز، اومدیم به داخل قلعه اختیاردین یا ارگ ایرات. اولین کسی که چشم ما به اونا خورد ماما داود بود. ماما داود از خادمین قلعه اختیاردین هم که چندین سال میشه که به اینجی خدمت میکنن در قسمت نظافت و تامین بعضی از چیزهایی که اینجی نیازه. ماما جان سلام بفرمایید به اینجگاه، وقت شما بخیر، اشتنیم خوبین؟ شکر فرد از خدا، ماما داودتون صفاکار قلعه اختیاردین. بسیار خوب، مرخو میشناسیم؟ 100% سلیم جان و مقیمی. چی خاطراتی داریم؟ چند سال میشه چون ما همیشه میاییم به اینجا، از کی مر به یاد داریم؟ از چی وقت میشناسیم؟ فکر کنم از سال اف سال بیشتر باشه. میشناسیم؟ میشناسیم. برنامه مرم بدیدیم؟ 100% بهترین برنامه. سلامت باشیم، شما زنده باشیم. چند سال میشه به اینجا کار میکنیم؟ تخمینا 14 سال میشه. 14 سال؟ بله. یعنی عمر به اینجا سفری کردیم؟ عمر تر شد به اینجا. بله. خیلی خوب، چی خاطرات داریم از این قلعه؟ خاطرات خیلی، اما ذره هست کدوم خاطرات بگم؟ کدوم اکا بگم؟ بله. همون شیرین ترین رو بگیم. همون شیرین ترین کان شما میبینم به اینجا میایم، به اینجا تصویر برداری میکنیم، خبر به اینجا میایم که پخش میکنیم، همین تلویزیون همین خاطره. خاطره بسیار خوب. این روزا چی رقمه؟ مردم میایم به گردش از خارج هم میایم به دیدن قلعه اختیاردین؟ خارج خیلی کم، هم از دیگه ولایت هم به افغانستان بالا میایم به گردش. زیاد میایم؟ بله زیاد میایم. بالا امنیت هم خوب برقرار ان شاء الله؟ 100%. درست راضی این فعلا از شرایط؟ 100%. بالا بسیار خوب. و اگه پیامی داشته باشیم بری بیننده ها ما؟ پیام فقط آقای مقیمی حمایت کنه. سلامت باشین، خیلی ممنون. بیشتر ارگ برای حمایت کنم آقای مقیم. زنده باشین دیگه، بشنید. خبرنگار سلامت، بهترین زحمت کش، بهترین پای مردم ما بین مردم. سلامت باشین شما عزیزیم کاکا داو جان، بخیر باشین، تشکر، سلامت باشین، وقت شما خوش، سلامت باشین. خب دیگه بر صورت اینقدر بزرگواری که اینا کردم و تعریفی که اینا کردم واقعا من در حد نیام،
ولی گفتم من حمایت کنه. حمایت شما چیه؟ همین لحظه اگر تا به حال سابسکرایب نکردیم اون دکمه سرخ فشار دیم همون کافیه برای ما و تایی که حمایت باشیم. خب اول خودشون بریم به موزیه، هم باز میریم داخل قلعه قدم میزنیم و را میریم و بخشای مختلف از قلعه اختیاردین میبینیم. موزیم و آرشیف هرات 1302، در سال 1302 این موزیم در واقع ایجاد شده که آثار بسیار با ارزش و گرانبهای در این موزیم میباشه. ما رو همراهی کنم. وارد موزیم هرات شدیم که در قلعه اختیاردین موقعیت داره. یک موزه بسیار بسیار غنی هست. اگر نیامدیم حتما یک دفعه پیشنهاد میکنم بیاییم. اینجا هم به کنار ما مسئول موزیم هرات ایستاده ایم که به اونا معرفی میشیم. سلام، وقت شما بخیر. اگر عرض سلامی داشته باشیم و ضمن از او معرفی بکنه. به نام خدا، عبدالجبار نورزاییم، مدیر عمومی موزیم هرات و خوش اومدیم. سلامت باشم آقای نوزی. در مورد موزیم بگیم، تاریخی رو شروع کنیم و چه اقلام باستانی در این موزه نگهداری میشه. موزیم هرات یک موزیم تقریبا 98 ساله که به زمان امیر امان الله خان به یک تعمیر قدیمی از دوره تیموریان افتتاح شد و بعد پله مسجد جمعه بزرگ هرات. بعد از این تعمیر به ایران شد و با موزیم هرات از اینجا انتقال کرد به سرک میدان هوایی و به نام یک هتل بود به نام هتل هرات. تا شروع جنگ‌های داخلی تمام آثار جمع‌آوری شد و به دیپوها یا زیرزمین‌های ولایت نگهداری می‌شد به خاطر که جلوگیری بشه از سرقت و یا تخریب آثار. با در سالهای 2006-2008 که موزیم هنرهای اسلامی برلین به همکاری مؤسسه فرهنگی آقا خان اینا در قسمت شمالی قلعه اختیاردین یک موزیم افتتاح شد که بیش از 3000 اثر داره که از جمله 474 اثر به 3 سالون نمایشگاه موزیم به نمایش گذاشته شده و این آثارها بیشتر از دوره‌های مختلف تاریخی از ساسانیان و ساسانیان و یونان باختری و اخامنشیان و دوره‌های اسلامی، تایریان، صفاریان، غزنویان، قوریان، سلجوقیان و دوره معاصر اثر وجود داره که میریم و بیشتر میبینیم. خیلی خوب. مهمترین اثر از اون طرف شروع کنیم بریم یا این طرف بریم؟ او بر آثارهای پیش از اسلام هست. خب. آثارهای خب بریم اون طرف. خالی شما؟ آثارهایی که بیشتر میبینیم به بخش سالون دوم موزیم هرات که از دوره پیش از اسلامه، مثلا آثارهای دوره بودیزم بوده که مجسمه و بعضی سکه های دوره کوشانی های و بعضی مجسمه های که ما اونجا تصویر از اون بنامایش گذاشتیم و همچنین بعضی از این مجسمه دوره بودیزم بوده که اسمی چیه؟ اسم نداره به خاطر که یک سنگ پیچ خورده بوده که بیشتر کار شده بوده و این به بعض روایت میگم که ساخت خود کشورمانیه و از دیگه جایی وارد شده، ولی به اون زمان یک کارخانه بوده به مندیگک به شمال شهر قندهار، یک کارخانه بودسازی بوده که بود ساخته میشده و به صورت پاکستان هم حتی ارسال میشده. باز یک روایت جالبتر اینه که میگن که چون شکل و ظاهری از این سنگ ساده میگم این خدای قریبا یا مو فقیرا از اونا بوده و یک مجسمه که به زی بخش تصویر از او هست اگر دوست ما نشان بده او باز کمی تزینکاری و کار بیشتر شده میگم که خدای ثروتمندا یا مو داراها بوده چون او وقت هم که بوت خریداری میشده و گذاشته میشده. یعنی بعض حالا به مو دوری قدیم چند سال پیش بود؟ دوری بوده نزدیک به 2500 سال یا سر 2500 سال پیش هم مو شگاف طبقاتی بوده بین ثروتمند و فقیر و تویده است. بله بله بله. و همو زمان هم همی گپ بوده. بیشتر آثارهایی که به این بخش میبینیم از این سنگایی بوده که به نام سنگای وزنه برداری استفاده میشده. اینا از زمان یونان باختریه، از 2200 قبل از میلاد تا 1800 قبل از میلاد که نزدیک به 3000 یا 3500 سال قدامت داره. 3500 سال اینا قدامت. 2200 قبل از میلاد تا 1800 تقریبا
2000 هم حالک میشه، نزدیک به 3000 سینیم هزار سال بیشتر. 3000 سال خودی از اینا دیگه پرورش اندام کار میکردم. ولی هم پرورش اندام و بعضی از این اصا هم همون زمان که خارجی هم تحقیق میکردم همون نحوه استفاده از اینا رو به طور قطعی بیان نکردم که بیشتر دیگه برای چی استفاده میشده. بسیار خب، من خنده گرفت به این جهت که خب ما امروز چه امکاناتی داریم، یعنی بشر چقدر پیشرفت کرده. وقتی شما وارد یک جیم میشیم یا یک باشگاه پرورش اندام و فیتنس، پر دیگه از امکانات خیلی مدرن و با تکنولوژی خیلی بالا. خب قدیمی ها همچین وسایلی داشتن که مثلا دمبل استفاده میکردن و به عنوان یک شی که توسط از او ورزش کنم. خب و به این بخش که میبینیم به بیشتر سکا و موراها و وسایل آرایش و تزئین برای خانم ها که سرمدان ها ما به هرات میگیم، نمیفهم شما بیشتر به مناطق مختلف شاید فرق کنه نام از این، و اونا به شکل آینه هایی بوده که به شکل آینه های براقی بوده که استفاده می شدم. و اون مورا و صدفار تقریبا 3000 سال قبل از میلاد به شکل تزئین خانم ها استفاده می کردن، تقریبا 5000 سال قدامت داره. 5000 سال؟ بله. مثل تاریخ ما؟ بله بله. در مورد تاریخ 5000 سال، خب وقت از تاریخ میگیم دیگه اگه لبخند خوردی همیه و رو لب، خب درسته بخشی از تاریخ بزرگی که ما داشتیم. همیشه نقده که به تاریخ ما و شما وارده اینه که بعد از 5000 سال کجا رسیدیم. خب آثارهایی داریم که شاید بیش از 5000 سال هم قدامت داره. به او برگه بریم ببینیم، به او ویترین بعضی از ساتورها، تیغاها و نیزه هایی هسته، اونایی که به شکل زرد یا رنگ زرد داره، نزدیک به 6000 سال هم قدامت داره. اینا با خود افغانستان بود؟ بعضی از مناطق مختلف افغانستان، از ولایت های مختلف و دست آمده. بله، ساتورهای کاردایی که برای وسایل آشپزخانه استفاده می شده. باز نگین که ما تاریخ 5000 ساله نداریم، یعنی این هم سنده، سند تاریخی که 5 تا 6000 سال میگم قدامت تاریخی داره و ای که هنوز به اینجی حفظ و نگهداری میشه. آقای نورزایی، در زمان از ای که خب نظام تغییر کرد و امارت اسلامی آمدن، نگرانی مردم از ای بود که مبادا بناهای تاریخی یا غنایم فرهنگی ما به مشکل بر بخوره. مشکل خود ایجاد نشد؟ گفتنی شما بجا و دقیقه، چون سالهای قبل زمانی که حکومت قبلی طالبان روی کار آمده بود، اما بعضی از مردم و دوزایی که بود به موزیم هرات دستبرد زده بودن و بعضی از سکه ها و آثارها و نسخه های خطیر به سرقت بردن. خوشبختانه این بار که امارت اسلامی آمد، هیچ چیزی از موزیم هرات تا قلف هم شکسته نشد و تنها چند تا شیشه که همونشه بعضی از مجاهدین امارت اسلامی فکر میکردن که شاید این جوگه سلا باشه، چون قبلا به ارگ یک جای نظامی بوده. خوشبختانه که هیچ مشکلی به موزیم هرات نشده و کدام مشکلی با آثار باستانی نشده. و بعد از او هم که امارت اسلامی روی کار آمد، موزیم هرات خوشبختانه یک چیزی که من معلوماتی که گرفتم، حتی موزیم کابل هنوزه به روی بازدید کنندگاه باز نشده. از همسینفی ها ما همینجوگه از پرسان کدم، خوشبختانه که موزیم هرات برای بازدید عموم و قلعه اختیاردین باز شده و امروزه از اخشار مختلف جامعه میایم و از موزیم هرات دیدن میکنم و کار به طریق عادی جریان داره. بسیار عالی. از گردشگرا بگین، به این دو ماه آیا گردشگر خارجی، مستندساز، خبرنگار خارجی هم برای ثبت مستند و برنامه به اینجا آماده یا نه؟ چون معمولا خبرنگارای خارجی که میایند به هرات، حتما یک دفعه میان به قلعه اختیاردین. ما به طی مدت نزدیک به 2 ماه مستندسازهایی از جمهوری اسلامی ایران داشتیم که آمدم و بعضی از گردشگران، حتی یکی دو تا مستندساز از ترکیه آمدم و مستند از قلعه اختیاردین و موزیم ساختم و گردشگران خارجی از انگلستان، کانادا، آلمان و کشورهای همسایه ما از او زمان داشتیم. به می دوره امارت؟ بله، باز می دوره داریم و خوشبختانه امروزه می آیم و به زبانهای مختلف برای از اونها آثار باستانی و قلعه اختیاردین توزیع داده میشه توسط کارمندان موزیم و قلعه اختیاردین. خیلی عمالی. و در مورد اینا میشه صحبت بکنه؟ دوره غزنویانه که استفاده میشده بیشتر پیش از
از اون زمان که بیشتر مثلا دوره تیموریان از صفال و دوره سلجوقیان استفاده شدن، بعد دوره غزنویان بیشتر آثار فلزیه که همون تشتا و بعضی از جک های و بعضی از اوتسوزایی که قبلا میبینیم و حتی یک وسیله یا پنس جراحی هم داریم که به اون زمان استفاده میشده که به اون ویترین پنس جراحی بر طبابت. بله بله، که هم حتی درجه حرارت و همچنین بعضی وسایل استفاده میشده که اگر شما به تصویر نشانده این یکی میشه که به تصویر ببینیم، یکی اولی از این طرف ها. بله ها، پنس جراحی. باز این که همین شکل مرغ مانندیه، این برای خانوما به هرات که فرق اینا روز عروسی باز میکنه، این هم اون زمان استفاده میشه. پلواز مرایجی هم اینجا بوده، این فرق با میکنه. بله بله بله، خوب شد همین فرق هم نگاه لعموز بره فرق بانه. یک وقت جوان ها مردم این تو مدل تیتانیک و ترنام میزدن، این فرقی که باز میکردم به با اون فرقی که جوان ها با میکردم تیتانیک میکردن. فرقی خانوم ها زمانی که عروسی میشه، همین برادر عروس به شکل یک انعنه یا کاریه که همون روز میگم بخواییم که هم کمر خواهر خود با همون نان بسته میکنه و بعد فرق رم باز میکنه. این از اون زمانه. و فلسفه از چی بوده؟ نمیفهم دیگه، این خیلی موضوع رسم بوده به موزه، یک رسم بوده که تا حال هم همون ادامه داره. درست. بیشتر آثارهای دوری تیموری هایی که رنگ و لعاب فیروزه‌ای استفاده میشده، با دوری قوری ها که از رنگ یا گل زرد استفاده میشده، با دوری سلجوقی هم که آثار داره. بسیار خوب. و اینجا یک سنگ قبره اینجا، شخص به نام ناصرالدین آلپ که مشهور به خواجه محمد قاضی، یکی از سلاطین دوری سلجوقی ها بود که کاشی ها لابدار از دوری سلجوقی های زمانی که اعلیحضرت محمد ظاهرشاه سفر دش به زندجان هرات، ای برو مقبره خواجه محمد گذاشته بود و او گفت به خاطر که اید بیشتر آب و هوا تخریب نکنه یا از سرقت جلوگیری بشه، این انتقال به موزیم هرات که خوشبختانه این انتقال دادم چند وقت به ولایت نگهداری میشد و باز اونا هیر به موزیم هرات آوردم. و سال پیش که مقبره خواجه محمد قاضی جور شد، از رو ازی و شیبی ازی یک سنگ ساخته شد که با من به می تر ازی و بردم و بالای مقبره خواجه محمد قاضی گذاشتم و این به موزیم هرات نگهداری میشه. بله بسیار عالی. خب دیگه کدوم بخش ببینید؟ سالونای بالا رو میبینیم. سالونای بالا رو هم میبینیم چون این گزارش ما خیلی ویژه، ما رو همراهی کنید. در قلعه اختیاردین و این موزیم، خب طبیعیه دیگه روزمره برای بازدید هم میایم چون این نمایشگاه یا موزیم دائمیه دیگه، هر وقت که شما بیایم به مو تایمای رسمی باز اینج شهروندا و همشهری ها ما بیامدن برای بازدید و تماشا و چشم دید نام میپرسیم که چگونه دیدن، جذاب بود نبود. سلام، خوب این سطمن بیم. سلام، صبح شما بخیر. سلامت باشین. زنده باشیم. اسم شما؟ عبدالحی جان. بار اولی میایم به قلعه اختیاردین؟ اولین بار به دیدن آمدن قلعه اختیاردین، بخصوص بخش موزیم ملی. موزیم چگونه دیدیم؟ جذاب بود؟ چی برای شما جالب بود در موزیم؟ خیلی جذاب ای بود که به سالون اول آمدن که چیزایی بود که از گذشته بود، به سفالا بود، کاشی های لابدار بود و به سالون دو آمدم. یکی از خصوصیات که خیلی دیدم یک تزیین شده از تصویر از هارون رشید بود که در همون وقت در حمام قرار داشت و در اطراف حمام از او همون گاردا بگیم اگر بهتر دیگه که همون اطراف حمام میداشتن. بعد از او پادشاه سامانیا بود که به نام بهرامگور بود که خود خانوم خوب بود یا خود کس نوازندگی میکردم تو چیزی نوشته بود و خیلی برام جالب بود که برای اولین بار دیدم. بسیار خوب. خود شما از کجا هرات؟ از ولسوالی رباتسنگی. رباتسنگی بسیار عالی. رباتسنگی رو هم خیلی دوست دارم، خدا قسمت کنه یک دفعه بیایم. ولی از ولسوالی شمالی هرات فکر کنم، طرف ترغوندی که ولسوالی شمالی هرات به مسیر شرک ترغوندی.
شهرک ترغندی سرسبز هم خوب هست. طبیعتاً فصل بهار جای سرسبز. خیلی عالی. تشکر از شما. موفق باشید. سلام باشید. خب دوستای عزیز، از خارج از ایران گردشگرای برای تماشا بیامدن، از سایر ولایات که یک از همشهریامونم و هموطنامونم در واقع، با اینا هم صحبت میشیم. سلام، خیلی خوش اومدین به ایران. قلی اختیار الدین، معرفی بشیم با شما. اسم شما چیه؟ ډیر زیات مننه. نوم یې هدایت الله محتمیم صالح دی. په کندهار، د کندهار ولایت څخه راغلی یم او دلته د قلی اختیار الدین د تماشې لپاره. بسیار خوب آقای صالح، خیلی خوش اومده از لوی قندهار بزرگ، که خدا قسمت کنه به قندهارم حتما یک بار بریم و قندهار زیبا رو ببینیم. چگونه دیدیم قلعه اختیار الدین؟ بار اول میایم یا قبلا هم اومده بودیم؟ واکن ز د اول واری د پاره دلته راغلی یم. واکن د از ما د پاره ډیر پسره پوری و چې ز دلته د اختیار الدین کلا تر ازم او دلته د هغه تاریخي ځایو څخه لیدنه کوم چې ما مخکې په تاریخ کې لوستی و، خو تر اوسه مې لیدلی نه و. اوس چې وینم ډیر زیات خوند راکوي او هر څه ته په ډیر زیر ګورم او خوند ورڅخه اخلم، کیف ورڅخه اخلم. بسیار خوب، فعلا شرایط طوری شده، خب یک فرصتی فعلا ایجاد شده که به خیال راحت مردم به جای مختلف افغانستان سفر میکنم. شما از سفر خوب بگیم، هوایی اومدیم به ایرات یا زمینی؟ مسیر را چی رقم بود؟ امنیت در کل چگونه یه فعلا برای از این آدم گردشگری بکنه و جای مختلف وطن برای ببینه؟ واکنم وست که اگرو مخ که چی مجد لار پا ارد چاوری دلی و حقا دیر خراب و زخبل زمینی را علم هوایی را نراغلم. دلاری حالات ډیر شو او زه په ډیر استراحت سره تر دا ځایه پورې راورسېدلم. توقع مې هم دا ده چې د هیواد نورو ولایتونو ته هم لاړ سم، سفرونه وکم، بیا د دغسې تاریخي او ښکلو ځایونو څخه لیدنه وکم. پلان امنیت ډیر شو د لارې، هیڅ ستونزه نه وه او زه په راحتي سره راغلم تر دې ځایه پورې. هیلم دا لرم چې په راحتي سره به بیرته زمینی تر خپل کور پر ځان رسوم، یا به هم د هیواد نور ولایتونو ته ځم. دا زما لپاره یو ښه خبره ده، خو خدای جل جلاله دې وکړي چې دغه امنیت همداسې دایم پاتې سي او هیواد په سوله کې ژوند وکړي. که سوله نه وي، موږ به د ډیرو ستونزو سره مخامخ یو. که څه هم اوس ځینې اقتصادي ستونزې شته، اقتصادي مشکلات شته، کاروبار درېدلی دی، خو بیا هم دغه امنیت، دغه اوس چې امنیت راغلی دی، دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده، ښه خبره ده. بسیار عالی. خب دوستا و بیننده های ما شاید داشته باشیم و داریم که با زبان پشتو بلد نیم، کوتاه یک مختصر میگم، ترجمه میکنم. گفتند که من از قندهار زمینی آمدم به ایرات و قلعه اختیار الدین جای بسیار دلچسب و زیبایی بود برای من وقتی که تماشا کردم. بعد در ادامه گفتند که انشالله قصد داریم که به خیر به دیگه ولایتان بریم برای سفر و تماشای وطن. گفتن امنیت راه و جای مختلف فعلا برقراره، فقط مشکلی که مردم افغانستان فعلا دارن مشکل اقتصاده که هم انشالله که حل بشه تا هم وطنان ما در صلح و امنیت و آرامش بتونن که زندگی بکنن. مشم درست ترجمه کردم؟ انشالله درست بود. بسیار خوب، تشکر، خیلی خوش آمدین. انشالله که لذت ببریم از سفر در هرات و یاد شما نرتمند که چیری گوشت لندن بخوریم. تشکر، زنده باشیم. سلامت باشیم. تشکر، بخیر باشیم. ممنون شما. خب از هموطنان عزیز ما بودن که از قندهار زیبا آمده بودن به هرات و گفتن که خاطرات خیلی خوبی در این سفر داشتن و در واقع گفتم سفر خوبی بوده. برای بخش دیگر از موزیم ببینیم و ای که شما گزارش ویژه ما را از چینل یوتیوب سریع مقیمی تماشا میکنیم. خدا کنه تا ایدم لذت برده باشیم. خب اینجی مدیر صاحب معتل ما استاد، ما اینجی اختلاط شروع کرده بودیم خوده همشهری ها. خود ما دیگه هم سرگب باشه دیگه، یکی مایی که ما توقف بده که برادر صبر کن اینجا که دیگه هم معتل تانه. خب آقای نورزایی، بریم اینجا گار ببینیم این اسلحه و مثل توپی بری به اینجا که دیشته یه بیم اینجا شما که ما تصویر بیتر دیشته باشیم یک توضیح در مورد از اینا.
در گوشی از موزیم هرات بعضی از وسایل جنگی که از دورای چارتی فنگ پایی بایی توپ ساخت خود کشور ما و شما از زمان امیر شیرعلی خان 150 سال پیشه باریتی دنپور که استفاده می شده. بازی دی توفنگ بالا از جنگ که میوند بین افغان انگلیس بوده گرفته شده بوده و اینا ساخت انگلیسه و یک کرچ نظامی هم داریم که به زمان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه تنها اثری که شیبه آثاره، یعنی آثار باستانی باید بیشتر از 100 سال قدامت داشته باشه، این نزدیک به 80 سال میشه و به این خاطر که تنها از این دوره هم یک یادگاری داشته باشیم به نامش گذاشته شد. درسته. در دوره امیر شیرعلی خان آیا کارخانه سلاح‌سازی بود؟ بله، یک کارخانه سلاح‌سازی بعضی میگن به نام کارخانه جنگلک بوده یا هر یک کارخانه حربی بوده یا جنگی بوده که سلا ساخته می شده و بیشتر اینا هم باریت کار می شده، باریتیه. بله، به اون زمان بوده و نوهای مختلف مثلا شما شکل و شمایل توفنگ اول تابتی یکی سیون خیلی تفاوت داره که پایه داره و میلا از این هم بلند و کوتاه داره و شکل و شمایل هم تفاوت میکنه. درسته. یعنی یک زمان خود ما در افغانستان تولید سلا داشتیم، فعلا نداریم. نداریم فعلا دیگه. فعلا نداریم. و در مورد جنگ میوند گفتیم که از جنگ های خیلی خیلی معروفه که ملاله میوند مطرح شد در اونجا که باز بعدن یک مدالی هم به نام ملاله میوند ساخته شد برای بانوان قهرمان در واقع اهدام شد که در تاریخ در کتاب میر غلام محمد غبار آمده بود که ملاله میوند کسی بود که بیرق وقتی افتاده بود پس بیرق افغانستان در جنگ میوند در قندار بلند کرد و برافراشت و یک شعری هم خوند که اون شعر دیگه یک شعر خیلی حماسی و معروف شد. او دو فنگ بالا گفتیم از جنگ میوند. بله، اونا ساخت انگلیس هم زمانی که بین جنگ بین افغان انگلیس بوده و دست آمده بوده، یعنی یک قنیمت. بله بله، بسیار عالی. خیلی ممنون از معلومات کلی شما، لذت بردیم از دیدن موزیم. پیام حرف حدیثی برای مردم و بیننده ها داشت؟ سلامت باشیم و ما خوشحالیم که امروز رسانه ها می آیه و امروز گزارش ها و مستند های جور می کنه برای تشویق افراد و اشخاص جامعه داخلی، بازدید کنندگان داخلی و خارجی تا بیایم از داشته های فرهنگی خود آگاهی پیدا کنم و شرایط هم فعلا امنیت برقراره و کدام مشکلی نیه و امروز از کشورهای مختلف جهان به بازدید به موزیم ایراد می آیم و ما از تمام شهروندان تقاضا داریم تا بیایم و از داشته های فرهنگی خود معلومات و آگاهی پیدا کنم و یک جان ممنون از شما. تشکر. خیلی ممنون. سلامت باشیم. با ما همراه باشیم. بخش دیدن از موزیم ختم شد. میریم داخل قلعه. خیلی ممنون که با ما همراه بودین. گزارش ویژه از قلعه اختیارالدین هرات تماشا کردیم. در مورد تاریخ از دیگه معلومات کافی برای شما در این گزارش در لابلای و در واقع ارائه کردیم. هدف ما این بود که بیایم یک گشت بزنیم ببینیم اوضاع از چی قراره که خوشبختانه همه چیز سر جا خوب بود و با همشهری ها و هموطن ها هم صحبت کردیم، با مسئولین هم صحبت کردیم. خدا کنه که لذت برده باشیم. این قلعه شاهد شبها و روزهای خیلی خیلی خاصی بوده، مراسم های خیلی مختلفی در اینجا برگزار شده و خشت به خشت از این قلعه خاطرات خیلی شیرینی شخصا خود من از اینجا دارم. چندین سال ما اینجا برنامه داشتیم، گرداننده ای کردیم، برنامه اجرا کردیم و خاطرات خیلی خوبی داریم. امیدواریم که همچنان استوار بمانه این قلعه تاریخی که نگین خراسانه و جای بسیار زیبایی هست، تاریخ و هویت سرزمین ما هست و در افس از این هم ما کوشا باشیم و فرهنگ تماشا و دیدن از بناهای تاریخی
بیشتر متوجه باشیم. در بعضی از جاها دیدم که یادگاری نوشته شده بود، خیلی ناراحت شدم که باید این مسئله رعایت بشه از طرف همه ما وقتی که برای بازدید میایم به اینجا. امیدوارم دوست داشته باشید، گزارش لذت برده باشین. فقط خواهش میکنم از شما که اگر گزارش ها رو دوست داشتیم، چینل رو دوست داشتیم، سابسکرایب کنیم، کامنت هم برای ما بگذاریم و لینک با دوستاخا شریک کنیم تا گزارش های خواستر و ویژه تر ما از هرات تماشا کنم. خیلی خیلی شما رو دوست دارم، همه شما به خداوند متعال میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.